سلام بینندگان گرامی برنامه در موضوع روز است منظور شما و حالا ما صحبت می‌آوریم در مسئله استواری و مقام زبان در جامعه معاصر در شرایط گفتگوی تمدن‌ها بسیار خوب است که در زمان صاحب استقلالی زبان تاجیکی همچون زبان دولتی از توجه بی‌واسطه رهبریت دولت و حکومت برخوردار گردید و موقع آن رسماً در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان استوار کرده شد. اما در شرایط جهانی شوی که از یک طرف فرهنگ ها گفتگو میکنند از جانب دیگر برخورد روندهای گوناگون دارد، این پدیده و میتواند به زبان همچون عنصر کلیدی هستی ملت هم تاثیر مثبت رساند هم تاثیر منفی. در این خصوص صحبت می‌آوریم با عالمان و دانشمندان و حالا آنها را به شما شناس می‌کنم. مشرفه جورایوا، پروفسوری دانشگاه ملی تاجیکستان، رستم وهابزاده، سرمحرری نشریه ملی ادبی صدای شرق، عبدو قادر تورحسنوف، پروفسوری دانشگاه ملی تاجیکستان، سعدی مهدی، رهبری اکادمی واسطوی اخباری اومای تاجیکستان، رحیمی زولفانیان، کارمندی کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ماهره میرزایوا، پروفسوری دانشگاه ملی تاجیکستان. با استودیوی تلویزیون تاجیکستان خوش آمدید. بسیار خوب است صحبت را در این خصوص آغاز کنیم که کدام عامل ها یا تدبیر ها می توانند در شرایط جهانی شوی زبان را از خطرها، از تهدیدها امین دارن که آن همچون زبان یا اینکه همچون سیما و پیکره ملت استوار باشد و افاده کرده تواند در مجموع آرمان های ملی را. مرحمت. تشکر. چطوری که موقع هستیم امروز جهان را یک رواندی بسیار پرقوت به قول جهانی شوی فرا گرفته است و طبیعی است که آن قریب به همه ساحه های خواجگی خلق به تاثیر نمونده است و تاثیر آن را به زبان نیز مشاهده کردن ممکن است. بعضاً همین تاثیر عامل های گوناگون هم مثبت بوده می تواند و هم منفی. برای آن که آن همین تاثیر مثبت باشد به نظر ما باید خود صاحب زبانان حس مسئولیت شناسی داشته باشند. البته این سخن خشک و خالی نیست. حس مسئولیت شناسی گفته چرا در نظر داریم؟ ما توانیم که انا همین زبان مادری را از محیط آیله سر کرده تا محیط جمعیت به فرزندان و نسل نورس امروزه درست آموزیم. درست انتخاب کردن کلمه، دانستن معناهای اون، قالب‌های عباره‌سازی و جمله‌بندی و همه همین چیز وابسته است به تربیه فرزندان، به تربیه زبان‌دانی، یعنی تکمیل زبان‌دانی فرزندان ما از جمله نسل نورس ما. همین اصالت زبان تاجیکی ما رو که طول هزار سال حتی زیاده از اون را نگه داشته آمده است، اون را اگر حفظ کند پس ما می توانیم که زبان خود را از هر آلودگی ها نگاه داریم. البته تاثیر متقابل زبان ها ناگزیر لازم است، چون که امروز در جامعه اختراعات می شود، حادثه و پدیده های نو به نو به میان می آید و همه این به جامعه ما نیز به تاثیر نمی ماند، چون که خانه‌ها به حیات جمعیتی مردم ما نیز آن وارد می شود و برابر وارد شدن آن کلمه یا عباره نو در ترکیب لغوی زبان ما پیدا می شود. این یک وسیله بوی شدن ترکیب لغوی زبان تاجیکی است، اما بیمورید و بیموقع استفاده بردن آن عنصرهای زبانهای غیر که امروز در نطق اکثریت مشاهده می شود آن به معیار زبان ادبی سازگار نمی آید، چون که ما از روی ضرورت کلمه رو اقتباس میکنیم و وقتی که ما نیاز به همین چیز داریم زبان خواه‌ناخواه اون را به طور طبیعی اقتباس میکند و اون از گفتار مردم آهسته آهسته به ترکیب لغوی ما وارد میشود. البته یک مقدار کلمه هایی که از زبان های دیگر میآیند حتما باید به طبیعت آوایی زبان ما سازگار کرده شوند، چون که اون حرفایی که فرض کردیم در زبان اقتباس شونده هست
شاید در زبانی ما نباشد، بنابراین ما کوشش میکنیم که اون رو سفته کنیم و به معیار تلفظی زبان خود سازگار کنیم و استفاده بریم. اما استفاده کلمه های غیر رو به مورید ما چندان قبول نداریم، چون که اون هم نطق ما رو کاهش میدهد و به اون نقصان وارد میکند. همچنین همون تازگی و نزاکت و نفاست زبان تاجیکی ما رو از بین میبرد. متاسفانه بعضن حالت ها مشاهده میکنیم جای پوشیده نیست که بعضن کلمه های و اقتباس های وارد میشوند به زبان ما، که ما هم در ifade کردنی آنها با کلمه های زبان تاجیکی در میمانیم و بعضن حالت های میشوند که آنها به ترجمه و بدون سفته کردن هموار کردن با طبیعت زبان تاجیکی موافق گردانیدن با زبان ما راه مییابند. البته این آمیخته شوی زبان است. چی مشکلی داریم در همین سمت که راه حل اینها را یافته نمیتونیم و واقعا همین حادثه ها همان گونه که میدونیم هستند در حیات هر روزه ما. چی باید کرد؟ چی مشکلی داریم؟ زبان تاجیکی اصلا زبان اصیل است، زیرا تمام دامنه امکانات زبان تاجیکی در بیان افکار، در بیان فکر خیلی فراخ است. اما بعضن می شود که از جانب صاحب زبانان انامون واسطه های خیلی مطلوب زبان یک طرف برآورده می شوند و به جای آنها برعکس از جمله اقتباس ها، از جمله کلمه هایی که چندان اسلوب بلند ندارند آنها عوض کرده می شوند. این البته مسئولیت زبان شناسان، مسئولیت هر یک شهروندی که صاحب زبان است باید بلند باشد در این مورد، تا اینکه هر یک عنصری مطلوب زبان در جای خود استفاده برده شود. بله. البته طوری که معلمه اینجا گفتند، همه این چیز اول ابتدا میگیرد، شروع میشود از آیله. برای اون که فرزند صاحب زبان آینده، نسل نورست در آینده داننده خوب زبان مادری باشد، مادری وی باید صاحب معرفت باشد. مادری او باید از تمام اصالت زبان مادریش برخوردار باشد و در این مورد وقتی که فرزند به کوچه می براید، به مکتب می رود، از همین حادثه های ناخوشاینده که مثلا در زبان او رخ می دهند، مادر باید همیشه برخوردار باشد و البته مادر در تربیه، نه تنها در تربیه جسمانی او، در تربیه عقلانی او، بلکه در تربیه حتی زبانی او باید شرکت ورزد، زیرا این زبان مادری او است و مسئولیت او را انا همین چیز بلند می کند. انکنون عامل هایی که در خصوص اصطلاح ها اینجا سخن رفت، در خصوص اصطلاح ها یک چیز را تاکید کردن می خواهم که من هم اقتباس اصطلاحات را و هم استفاده آن را به حد افراد رسانیدن لازم نیست، زیرا ما می دونیم که اقتباس شوی اصطلاح ها، کلمه ها از دیگر زبان ها حادثه نو نیست. از اون روزی که زبان ها وجود دارند، از اون روزی که تمدن ها به همدیگر آمیزش میابند، تمدن ها به همدیگر نزدیک میشن و خصوصا در زمان امروزه، ما از این چیز کنارجویی کرده نمیتونیم، چون که خود زبان، خود همون یک جریان طبیعی این چیز را برای ما مهیا میکند. نهادها و ساختارها در این راه کارهای زیادی انجام داده استادند و در حقیقت زبان دولتی قدم های استوار نهاده استاد در همه ساحه ها. اما یک چیز را تاکید کردن میخواهم که وقتی که ما اصطلاحاتی که علاقه در زبان رایج است و آن فرض کردیم توسط زبان روسی از دیگر زبان ها به زبان ما وارد شدند، آنها را حتما با تاجیکی زور زده بعضن وقت کوشش میکنیم که آنها را ترجمه کنیم و بجای ترجمه، بجای یک اصطلاح خوبه که اگر در زبان تاجیکی باشد این قابل قبول است، البته کلمه اصلی تاجیکی باشد در حقیقت قابل قبول است، اما بعضن میشود که ما همون اصطلاح بین المللی که در تمام زبان ها رایجند به جای اون یک کلمه عربی اقتباسی دیگر رو میگذاریم، مثلا کلمه بین المللی رو از بین میبریم. اما بعضن کلمه هایی که عموما با صاحب زبانان شناس نیستند، آنها رو به جای اصطلاح قبول میکنند. اصطلاح اصلا باید خصوصیت داشته باشد که در دیگر موردها آن تکرار نشود، دخوره نباشد، اما در اکثر موجز افاده کنه یک معنی داشته باشد. بعضا به جای اصطلاحاتی که فرض کردیم
اون در مقیاس بین المللی معروف و مشهور است، خصوصا در ان همین جریان گلوبالیزاسیا، جریان جهانی شوی که اول شما اینجا گفتید بیان کردید، آموزش زبان های خارجی خیلی مبرم شده است، مهم شده است و در این مورد آموزش زبان های خارجی هم برای صاحب زبانان اندک مشکلی می آورد، اگر ما همون اصطلاح های بین المللی رو به زبان فرض کردیم به یگان کلمه هایی که تنها در یک مقیاس محدود استفاده شوند ما آنها رو استفاده بریم. از این رو من در این مورد می خواهم تاکید کنم که در هر مورد زبانی تاجیکی رو پاک و به آلایش نگاه داشتن لازم است. به این سبق های استاد عینی برای ما تو امروز یک درس عبرت شده می تواند که هر یک تاجیکی که اثرهای عینی را مطالعه میکند، نه از لحاظ استفاده ترکیب لغوی کلمه ها، عباره آرایی ها، جمله آرایی ها، کسی به مشکلی نمیافتد، زیرا همه چیز در حقیقت همون اصالت اصلی زبان تاجیکی را نگاه داشته است. هر روز یک اختراعات نو میشود و کلمه های نو با وجود میآیند. اکنون ما از محیط خانه بیرون تر میرویم، چون به سطح علم وارد میشویم. در این راستا وظیفه مؤسسه ها است. بله. هم مؤسسه های تاسیسات میانه عمومی، هم عالی و هم دیگر ساختارهایی که با موافق گردانی اصلاح، با اقتباس کردن اصلاح و عموماً با تازگی زبان کار آنها روانه شده است، بر دوش اینها است. و در این راستا واقعا اینترنت میتواند تاثیر داشته باشد. حاضر من سوال رو به استاد رستمی وهاب میدهم که چون در شبکه اجتماعی فیسبوک یک صفحه بسیار خوب دارن درست نویسیم و در اونجا بسیاری کلمه ها را کلمه های اقتباس شدن ترجمه میکنن، کلمه های موافق میارن با زبان تاجیکی میگذارن و همزمان دیگر کلمه های شکلن بندوبست آنها غلط هستن در زبان تاجیکی آنها را تصحیح میکنن درست میکنن. و پس از آن میخواستم نماینده کمیته زبان در این خصوص اندیشه خود را مطرح کند، پیشنهاد کند که ما چی کمبودی ها داریم و کدام نقشه ها را باید عملی کنیم در این سمت. مرحمت استاد رستمی وهاب، نخست از شما تشکر. این صفحه که از یادآوری کردید از سال 2014 با درخواست اهل همان فضای مجازی تشکیل شد. ابتدا چند مقاله در صفحه خودم گذاشتم درباره غلط های رایج در زبان و درخواست شد که صفحه مخصوص باز شود با نام غلط ننویسیم. من فکر کردم که عموما کلمه غلط رو استفاده نکنیم. بله. بگوییم درست بنویسیم. بله. بله. با همین نام تشکیل شد و این زاده نیازهای خود مردم است. حالا ما میگوییم که مثلا شرط نیست همه چیز رو ترجمه کنیم، ولی مردم درخواست میکنند. آیا بعضی ها بعد اینجا دو نظر با وجود می آید، دو نظری متضاد. بعضی ها می گویند که زبان تاجیکی در حد خودش باید فعال باشد و دست به چیزهای فناوری و تکنولوژی و مفهوم های بین المللی و این چیزها کاردار نشود و حتی چیزی رو که ما خودمون اختراع نکردیم حق نداریم که با اون نام دهیم. مثلا خیلی نظر یک گروه، این یک گروه است که شدیداً طرفداری همین جریان هستن و یک گروه دیگر توریسم همه گیرند، یعنی تازه نگاه داشتن زمان توریسم. خب من یک شعرم حتی در پاسخی نوشتم ما مثلا نه کوه نه درخت و نه دریا و نه این صورت هیچ کدام اینها رو ما اختراع نکردیم، اینها رو ما دیدیم نام گذاشتیم. نظر دیگر که بسیارتر در بین خبرنگاران، اهل سواد، اهل زیاد و احیانا در میان مردم هم رایج است این است که ما هر پدیده ای رو بتوانیم به زبان خودمون نام بدیم. البته اینجا یک چیز است، یک عامل است که در همه خلق هست، این خاص ما نیست. مثلا در دوران باستان البته افتخارات با همون زبان مادری باستانی میانه و این چیزها بود، یعنی اون نشانه قدرت و تمدن و فرهنگ و همه چیز. همون مدتی که مثلا شاهنامه نوشته شد و چندین شاعران ما، چندین نویسندگان ما در بخش علم، همین صبح من باز کتاب تفهیم بیرونی رو ورق زدم،
تعجب کردم من دقت نکردم تمامش در بخش هندسه در بخش علم جبر بسیار اصطلاح ها رو به زبان صاف تاجیکی استفاده کرده اصطلاح های هندسه رو اصطلاح که و این زمانی که مثلا یک زبان حاکم می شود یا تسلط پیدا می کند در جامعه روحیه احساسی یا ساختن یک وجهه نخبگی به واسطه زبان غلبه میکنه یعنی من باید با این مردم عادی با یک زبان گفتگو نکنم با یک گویش و با یک رویش و با یک لهجه و با یک شیوه حتی نه با یک زبان امروز هم در بین بعضی از جوانان ما چی پسران چی دختران یک مقدار امتیاز و خاص میدونن خودشان رو که اونها به زبان دیگر غیر زبان تاجیکی گفتگو کنند یعنی این رو یک نوع اعتبار میدونن چیزی برای اونها امتیاز میدهد نسبت به دیگران این درست است یا خطا است البته خطا است خطایش اینجا است که همون زبان ها رو هم درست نمیدونن آمیخته میکنند با تاجیکی آمیخته میکنند غلط میکنند در وقتی صحبت خوب این است که زبان های بیگانه رو خوب یاد گیرن خوب استفاده کنن با روسی صحبت کردن روسی پاکیزه روسی توانا روسی درست با دستوری با تاجیکی صحبت کردن تاجیکی همچنین با انگلیسی صحبت کردن انگلیسی ولی از آمیختن و خراب کردن این زبان ها با واسطه یک دیگر هیچ چیز حاصل نمی شود بله. خب من وقتی که میگویند آیا ضرورت دارد که اصطلاحات رو ترجمه کنند یا نکنند این نیاز از خود وجود مردم برمیخیزد خود مردم مثلا بسیار مفهوم ها رو در گفتار خود ترجمه کرده است یا که نام به او داده است این غریزه بشری است در همه ملت های دنیا است ما مهمترین اصطلاحات علوم طبیعی رو حتی به زبان خودمان داشتیم تصور کنید وقتی درباره ترجمه ضرورت ترجمه کردن یا نکردن تکنولوژی های جدید می رود من فکر می کنم بالاترین سطح تکنولوژی بخش کیهانوردی بود ما کوسموس نگفتیم در زبان خودمان بله. کیهان گفتیم ما کسمیچتی کرابل نگفتیم بله. کشتی کیهانی گفتیم حتی دو نموندن کشتی کیهانورد کشتی فلک پیما با این نام کتاب چاپ شد شعرها چاپ شدن و چندین چیزهای دیگر در مجموع اگر همین ما نباید که تاجیکی کردن اصطلاحات فنی و تکنولوژی جدید و این چیزها رو نباید یک جریان مخالف و مقابل با آموختن زبانهای دیگر معرفی کرد این کاری دیگر است و آموختن زبانهای دیگر و در عین حال دانستنی همین اصطلاحات به زبانهای دیگر مسئله دیگر است این پایه می شود دانشی که به زبان مادری شما دارید برای دریاد گرفتن و بستن در ذهن محکم کردن کلمه همتای او در زبان خارجی یک پایه هست بله. که با واسه اون استوار می شود در ذهن شما اگر در ذهن شما خالی باشد و اگر ما کاملا مثلا من یک چیز نوشتم که سحری خبرنگار ما می خیزد از خوبش می آید با واسطه نقلیه یا شاعری ما با واسطه نقلیات که اون عبارت از ترالیبوس است یا افتوبوس یا مرشروتکا در نام ما مگر این مرشروتکا را همو باید مرشروتکا گوییم عیب است سوار می شود می آید به جای کارش از اون در چرخان می گذرد می رود با واسطه اسکالاتر با آشیانه دیگر می براید از اونجا با لیفت می شیند می آید با کابینتش در کابینت رو باز میکند پشت کامپیوتر میشیند ورد باز میکند و وارد چت میشود یعنی و چیزی مینویسد که شعری مینویسد یا مقاله مینویسد که اینها همهشون با همین نام ها در چیزی و در مقاله او باید حضور داشته باشند یعنی دنیا کلمه های تاجیکیه که این محیطی او رو باید فرا گیرد مانند یک گیاهی که احیان احیان در بیابان خالی
اینجا موجا رویده است مثل همین میشود. یعنی دیگر یک کم دیگر باقی میموند که باز چیزهای نوارید شوند و زبان ما جایش رو خالی کند. یا که هیچ چیز زبانی باقی نموند. چون که از اون چیز مجموعه بینظمی اون او هیچ زبانی باقی نمیموند. بنابراین ما با همون قیاسی کارهایی که تا هنوز در از طرف دانشمندان بزرگی علم و ادب کلاسیکی ما شده است و با قیاس از حتی کارهایی که در دوران شوروی با اون جان فدایی از طرف دانشمندان ما شاعران ما عالمان ما شده است این جریان رو ادامه بخشیم در تجربه کم ارزش و کم قیمت خود میگویم که با کمال اطمینان میگویم که در دنیا مفهوم نیست که از اون زبانی که در اون زبان اصطلاح شده است اجرا شده است از اون خیلی بهتر در زبان تاجیکی به اصطلاح در آورده نشود غنوبتی که توانایی هایی که زبان تاجیکی دارد هیچ زبان دنیا ندارد شاهنامه رو مثال گیرید در حال ما میگویم که در ادبیات تاجیک از نظر پاکیزگی زبان به نظیر است شما مانند شاهنامه در ادبیات جهان در هر خلق دیگری باشد یک کتابی رو پیدا کنید که مثلا ده یک شاهنامه اقلا حجمش باشد پوره با شاهنامه برابر نید و به زبان مادری همون مردم صرف به زبان مادری همون مردم باشد عموما کلمه های بیگانه در اون راه نداشته باشد نیست پیدا نمی شود یعنی از نظر یگانه زبانی یک زبانی بودن شاهنامه در ادبیات نه تنها ادبیات تاجیک بلکه در ادبیات جهان نظیر ندارد و این نشانه بزرگترین نشانه قدرت بی‌نظیر زبان تاجیکی است دلیل هایی که شما گفتید این کار نشونده هستند بله. فقط باید بالای این مسئله کار کرد مرحمت کمیته زبان چی میگه تشکر پیش از همه همین رو باید بدانیم که منا ببینید در کمیته تا امروز 110 فرهنگنامه صحوی تهیه گردیده است از جانب متخصصان صحوی ولی همین با جامعه با صاحب زبانان تاثیر خود را گذاشته و منفعت بخشی دارد یا نه سوال اینجا می شود که البته با مشکلی ها با دشواری ها چرا چون که صاحب تخصصان خیلی که استاد گفتن که مثلا عادی ترین چیز وقتی اصطلاح سازی مشکل نیست با زبان ناب تاجیکی اصطلاح می سازیم مثلا میتونیم امروز ما ورتالیوت رو چرخبال میگوییم سمالیوت رو هواپیما تلفن رو برای مثال دوراب و دیگر و دیگر لیکن همین رو صاحب زبان رو قبول کرده می توانند یا نمی توانند و برای چه قبول ندارند استحصال میکنیم، کشف میکنیم، می نویسیم، تهیه میکنیم اصطلاحات رو لیکن با کی؟ با صاحب زبان رو ولی ما امروز نسل خرد و کوچک و جوان صاحب زبان ما رو در مکتب و معارف باید چنان تربیه کنیم، چنان تعلیم کنیم که همون زمینه های زبان آموزی، زمینه های صرف و نحو صاف تاجیکانه رو با اون آموزونیم تا اینکه در جوانی بعد از گویم حتی ختم مکتب عالی و علاقه همزمان تواند این اصطلاحاتی صاحب کسبان و صاحب تخصصان دانشمندان رو قبول کرده تواند یا اینکه اوزادونه خود اصطلاح ساخته تواند برای اون که همین زبان در دوره جهانی شوی از خطرها امین نگاه داشته شود برای همین پیش از همه ما زمینه اولین درجه یعنی تعلیم و تربیه رو با همون مقصدهایی که در شعور و ذهنی کودکانی که با زبان تاجیکی مکتب میخونن باید بیدار کرده آنها رو با صرف و نحو تاجیکی مسلح گردانیم تا اینکه فردا میراثبر این زبان شده در جامعه خدمت کرده به خلق تاجیکستان خود به ملت گویم تاریخی و کهن بنیاد خود خدمت کرده توانند اکنون اینجا بسیار عامل هایی هستند که بحر رشد گویم زبان دولتی ما میتوانند حتی مانع ایجاد کنند برای همین غمخوری های دولت و حکومت کشور ما
سرکرده از قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان همزمان قرارهای حکومت کشور در باره فهرست نامهای ملی تاجیکی در باره قاعده‌های املای زبان تاجیکی و علامت‌های کتابت زبان تاجیکی اینچنین علاقه در دوران 13 ساله صاحب استقلالی بودند سه برنامه رشد زبان دولتی و همین عملی سازی انمی برنامه از جانب تمام قشر جامعه از جانب تمام وزارت و اداره ها وقتی از همون زینه اول عملی میگردند پس مانعه ها و مشکلات همه اوسته اوسته میتواند پس سر شود ولی متاسفانه انمین اجرای بندهای نقشه برنامه مذکور هنوز هم ببینه در طول سهم سال عملی شوی مشاهده نمیگرده برای چی؟ وزارت و اداره ها باید که صدقان باید از پای اجرای بندهای برنامه مذکور شد تشکر زیاد صاحب اصلی زبان ملت است کمیته زبان باشد مقامات یا ساختاری است که این صاحبیت را رسمیت میباشد یعنی اگر ما گوش کنیم که دو نفر شاید ما را اجازت نمیدهند با ما زدیت نشان میدهند که ما کلمه ها را عباره ها را ترجمه نکنیم و طبیعت آنها را یعنی آن کلمه که ما ترجمه میکنیم یا کلمه های اقتباسی را با آنها مطابق میسازیم اگر طبیعت آنها طبیعت گفتیم پسیکولوژی هم کلمه را در نظر دارد وجود کلمه را در نظر دارد اگر ما با همین طبیعت مردم با گویش مردم موافق نیم چرا آنها این کار میکنند در اینجا باید کمیته زبان غالبا بیشتر دستی سازنده داشته باشد دستی نظارتگر داشته باشد سندهای معیاری حقوقی هستند که درباره مثلا شما تربیه محیط خانوادگی گفته درباره مثلا به توجه نبودن دیگر مقامات ساختار حرف زدید در این مساله کانسپسیای ملی تربیه داریم قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی داریم از سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر داریم و اینک قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطن دوستی که در روحیه خودشناسی تربیت کردن دوست داشتن زبان مادری و عموما در روحیه افتخار ملی تربیت کردن عنصرهای کلیدی این سندهای معیاری حقوقی هستند سندهایی هستند که کمیته زبان اساس کار خود قرار می دهد البته درست قید کردید ولی شما یک چیز رو فراموش نکنید که آن همون هدف اساسی کمیته هم بر آن است که هر یک وزارت و اداره بخصوص سمت معارف و علمی ما باید که در رشد زبان دولتی بی‌طرف نباشد و صدقاً از روی وجدان گفتیم نسل امروزه ما رو برای آینده آماده کند این است بعد پیروزی که در رشد زبان در تحکیم و تقویت زبان ما به مقصد خواهیم رسید تشکر زیاد خب ما در عصر 21 عصر اطلاعات قرار داریم به اصطلاح این تمدن اطلاعات است یک فوج مردم رو فرا میگیرد کمیته زبان و اصطلاحات آیا اون رسانه در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت دارد که اون نفری که نیاز پیدا میکند با ترجمه با اصطلاح با برگردون کردن اقتباس ها دسترس باشد که پاسخ گوید دارد هم خیلی سامانه یا که یکون سامانه کمیته فعال است سامانه در شبکه‌های اجتماعی در نظر دارم بله سامانه رسمی رو در نظر ندارم انا مو سامانه رسمی کمیته سامانه رسمی کمیته این برای تمام مردم تاجیکستان و صاحب زبانان خدمت میکند و این مقامات دولتی مقامات گویم یکی از ساختارهایی که مقام وکالت داره همین سهم گذار در پیش برد سیاست دولتی زبان هست اینجا علاقه در کمیته تنها به تنها رسمان مراجعت میکنید و رسمان جوابی مثبت رو میگیرید تشکر زیاد خوب یعنی ما در شبکه اجتماعی سامانه نداریم گروه تاسیس داده نشده است از جمله کمیته زبان یعنی امروز اگر برای یک کلمه ترجمه کردن یا اقتباس کردن یا که محتوای آن را طبیعت آن را به زبان تاجیکی موافق گردان ضرورت آید حجت میگیرد دفتر میگیرد کتاب میگیرد از نمیدونم یک دهه دوردست شاید به کمیته زبان مراجعه میکند بخشی شما نادرست نفهمید از دهه دوردست اولش که برای یک اصطلاح یا برای یک چیز به کمیته نمیآید در کمیته من با شما میگویم حکومت الکترونی فعال است که در یگان وزارت اداره فعال نیست از حتی از بدخشان از زرافشان از دوردستترین دهه کوهستان میتواند طریق تلفن موبایلی با کمیته تماس گیرد عریضه های خود مراجعات خود را به طور الکترونی رساند و خود همون رو جواب گیرد
این یکون مشکلی نیست در دوره گویم جهانی طلاق جهانی شوی حتی علاقه کمیته بیش از 30 میلیون علاقه مخلص خود رو دارد که همه روزه تا امروز قریب 30 میلیون مراجعت کننده طریق حکومت الکترونی یعنی در تماس است و باز میگویم هر یک چیز اونی که در شبکه های اجتماعی میشود اونها غیر رسمی هستند البته کمیته در برابر اون که به حکومت الکترونی با مقام وکالت دارد همزمان با فراگیری 126 عالم و دانشمند کشور در تمام ساحه‌های تخصصی شروع همگونسازی اصطلاحات را دارد که شب و روز آنها در خدمت خلق و وطن هستند و گفتیم که این 110 فرهنگنامه ای که به گفتن البته آسان است ولی کم است چون که در بعضی ساحه‌ها یکون فرهنگنامه حالی وجود ندارد از همین خاطر این با طریق رسمی عملی خواهد شد تشکر من روستی گپ مقصد ما از صحبت کردن از صحبت آزاد داشتن به عزت نفس کسی رسیدن نیست منظور این است که چون ما جمع اومده ایم یک صحبت کنیم امکانیت هایی را که داریم آنها را پیشنهاد کنیم پیشبری کنیم و مکانیزم ها یا راه هایی که تطبیق میکنن این هدف های ما را این پیشنهاد های ما را آنها را پیشنهاد مردم گردونیم نه من یک چیز نفهمیده استودم که ما همین کمبودی هایی که من پیشتر حوزی گفتم برای چه شما نشنیده میپندارید وقت زمینه از کودک مکتب خون زمینه زبان آموزی خون به دست آمد و پخته نرسید بعد از گویم در استحصالات رفتن و از کجا اصطلاح را درک کنه در فیسبوک مشاهده میکنم گپ در سایر رسانه های شبکه های گروه های در شبکه های اجتماعی رفت من مشاهده میکنم بعضن شهروندان مراجعت میکنن از اونجا دانشمندان ما هستن که با اونها پاسخ میگن اما من متاسفانه اصلا یک نماینده از کمیته زبان رو در اونجا مشاهده نمیکنم خوب من این موضوع چند بار مراجعت شد که چرا کمیته زبان چرا اینقدر نام مؤسسه خطا است متن لوح‌های تبلیغی که نصب میشود خطا است حتی صورت گرفته میفرستند و سنگ همه این معلومات ها به سر کمیته زبان پرتاب میشود ولی یک مورد است کمیته زبان دارای مکانیزمی تاثیر کننده برای رفع این کمبودی ها نیست ندارد چون این مکانیزم تبلیغ نوشته بود لوبوی جو تبلیغ نوشته بود این دغلی محض است و اینجا قریب که کمیته زبان اون بحث رو قریب که میباخت کمیته من بارها در جلسه ها هم گفتم اون وقت از کمیته زبان استفاده پرثمر میشود کرد که طبقی مقرراتی که طبق نظامی که در تمام جای های دیگر پیگیری و اجرا می شود تمام پهن کنندگان لوحه های تبلیغی تمام شرکت هایی که باز می شوند پیش از اون که او شرکت خود را باز کند پیش از اون که او لوحه تبلیغی خود را در جای نصب کند باید اون گونه که از کمیته محیط زیست برای مثلا احتیاط محیط برای پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست سند میگیرد میبرد که من به محیط ضرر نمیرسونم و از چندین جای دیگر از جای از سختار نشانی از دیگر از کمیته زبان هم باید اون مجوز گیرد کمیته زبان باید ببیند که او یا نام او درست است یا نیست اگر کمیته زبان به اون مجوز پروانه یا اجازت نامه ندهد او حق نداشته باشد که در جای مثلا این متن رو در شهر نصب کند فرض کرده و در جای دیگر یا جای دیگر همه جایی که این متن زبان و مسئله زبان دخل دارد باید که کمیته زبان به فهرستی ساختارهایی که از آنها باید اجازت گرفته شود قطعا وارد کرده شود من باور دارم که اگر این متن تبلیغ نام مؤسسه ها و نام شرکت ها و محصولاتی که اونا صادر میکنن
اگر حتما رسمان و قانونان صدور این گونه سندها این گونه لوحه های تبلیغی با کمیته زبان وابسته کرده شود در یک مدت کوتاه وضع خیلی تغییر میکند. اینجا کمیته زبان همچون مقام وکالت دار که فعالیت میکند علاقه با این همه گفته های شما شامل هست. هست مثلا همه هر یک نامگذاری چی نام وزارت دولت یعنی همین یعنی همین لوحه های تبلیغی یک... که هست اینا رو میبیند همه شما یک دقیقه هر یک نامگذاری وزارت دولت تشکلات و مؤسسه نو و بسته از شکل تشکیل حقوقی هر یک بیم نوشتجات متن رکلام و اوویزه ها و شیار و دیگر و دیگر باید که طبق همه دستور سپورش ها و طبق برنامه رشد زبان دولتی با کمیته موافقه شود و همین حالت همه روزه و سمون رسانیده می شود ولی باز من گفتم که اجرای صادقانه برنامه رشد عمل نگرده استود است یعنی طبق برنامه باید که مثلا مقامات اندوز همه روزه نام هر یک تشکلات و مؤسسه که به ثبت نام گویم قید میکند باید که در موافقه با مقام وکالت‌دار با کمیته کند متاسفانه کم اندر کم این حالت رخ میدهد و ما میبینیم که بعد نوشتجات و نامهای تشکلات و مؤسسه از خونون نظری مقامات های دخل دار به نظری ما پهن میشوند پخش میگردن نصب میگردن و اون نامهایی که گویم شعور و ویزه های غلط همه به موافقه کمیته انجام دادند و اینجا در برابر این نه که کمیته هر یک مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر ناحیه ها وظیفه دارند متاسفانه ما این رو مشاهده نمی کنیم یعنی فهمی من این است که اون متن هایی که خود اون متن ها رو شما تصدیق نکرده اید اجازه ندادید اون متن های غلط غیر اختیار شما نصب کرده البته تشکر خوب صاحب کار یا یک نفری که تبلیغ میکند مال و محصولات خود را شاید از آن که قانون زبان را معیار زبان را ویران میکند آگاه نیست و شاید نمیدوند که برای برطرف کردن همین کمبودی به کجا مراجعه کند یعنی منظور از این گفته این است که کمیته زبان باید زنگ زند چون ساختار مسئول است و گوید که این شعار این چیزی که شما تبلیغ کردید نصب کردید اوویزون کردید بر غلط است حتی در نامگذاری فرزند به فهرست رو آورده یک نام های نیستن در جهانی میمونن به فرزندشون ارجگذاری رو ما باید در عمل با تاثیر رسانی به شعور و ذهن به معرفت کودک خردسال و نسل نورس و جوان آن آنگاه موفق خواهیم تشکر زیاد و همه وزارت اداره تمام تشکیلات ما هر یک صاحب زبان وظیفه داره خود رو همچون کمیته زبان باید حس کنه با این خیلی یک ساختاری که 4 متخصص دارد یا که بیش از 100 عالم دارد و همه به طرفی ظاهر میکنند شما این رو با تاثیرات باید برسانید که مردم رو ما باید مهر و محبت آنها رو به انمی زبان به زبان دولتی پیدا کنند توانید مسئله نامگذاری نیز یکی از عنصرهایی هست که به هستی زبان به بقای زبان بسیار تاثیر میرساند متاسفانه بعضن در جامعه ما اونگونه که اظهار داشتید شهروندان ما نامهایی را به فرزندان خود میگذارند که آنها به فرهنگی تاجیکی سازش نمیکنند بیگانه هستند دور از فرهنگ ما هستند و علت دیگر این است که بعضن حالتها مشاهده میشود که یک نام را میگیریم و فریاد میکنیم 5-6 نفر یک بار به ما نگاه میکند یعنی تکرار شوی نامگذاری نیست در جامعه رایج است یعنی که معمول است یعنی که همین مسئله وجود دارد که این هم حل خود را میخواهد در این راستا چی نظر دارید و چی باید کرد در کتاب پیشوای ملت پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت گفته شده است که زبان مهمترین نشانه بقای ملت است. اینجا بحثی بسیار خوب شد و منبع و راه های انکشاف زبان تاجیکی را ما باید اینجا میگفتیم یکم یعنی کدام منبع ها و راه های انکشاف زبان تاجیکی است که ما
ما از روی همون کار کنیم. یکم منبع سیاسی، یعنی سیاست دولت و حکومت از روی قانون زبان دولتی و از روی کشوده شدن کمیته زبان و اصطلاحات، این هم سیاست دولت است که کمیته زبان و اصطلاحات و تأسیس یافته است و توجه سروری دولت به زبان و ملت زیاد است، یعنی راهی سیاسی این کشافی پیشرفتن زبان کشوده است. بله. بستن است مثل سالهای پیشین محدود گذاری ها دیگر حاضر نیست و کمیسیا عالی اساسنامه تاجیکستان تشکیل شد، وکی تاجیکی، یعنی این هم بسیار یعنی نشان میدهد که سیاست دولت نسبت زبان بسیار کشوده است، خوب است و طرف جانبی زبان دولتی زبان تاجیکی است. دویم راه اقتصادی، اون بحثی که شما ذکر کردید راه اقتصادی زبان نمایان میکنه. راه اقتصادی زبان و کدام راه زبان پیش میاد؟ از جهت اقتصادی همون گونه گفتن که ما این را کش کنیم نام تاجیکیش میگذاریم، اما نه همه وقت. شما یک بار ببینید مثلا فروشگاهی کلان کشوده نامش را موندن فرض کردیم پیکر، و یک غرور ملی دارد و یک زبان دوست دارد، نامش را پیکر مونده است، اورنگ مونده است. ببینید نام تاریخی اورنگ را از کجا یافته است؟ مثلا تحسین آفرین میگیم با او. چیز دیگری که بسیار برای ما مهم است، یعنی مثلا جهت اقتصادی من چی گفتم؟ فرض کردیم که مبرور است سمتان، مردم میبیند سمتان میگیرد. برای چی سمتان؟ ما قدر واژه های زیبا داریم، مثلا شیربست داریم، قیماق، خودی قیماق است، اما گرفتم مثلا خودی قیماقی که مثلا در زبان تاجیکی رایج است، او را گرفته فرض کردیم نام دیگری موندن سمتان و میگویند که سمتان از قیماق فرق داره. چیز دیگری مهمه که برای ما و این را کمیته زبان هم درست باید درک کند این است که ما ذهن به نظر بیم. ذهن چی است؟ ذهن سه قسم است: چشم است، گوش است، زبان است. وقتی به زبان گفتی کودک میشنود یا اطرافیان میشنود کلمه تاجیکی میشود. کلمه هایی هستند که از ترکی واردی میشود، مثلا چیتی روستاش همون استای شاتیر میشده است، چیتی روستا، استای شاتیر، یعنی همون کلمه تاجیکی است، فقط در شکل چپانه کرده چیتیر استا نموندن، یعنی استای شاتیر، استای چالاک. در ساختن اصطلاح ها ما باید که از پسوند اک آر نکنیم و باید پسوند اک را همون گونه که بود بزک یا خنک کنک یا با اک میسازیم از همون باید فعال استفاده بریم. فقط واژه های خوبه که مخصوصا در گروه درست می نویسیم پیشنهاد میکنن و واژه ها فرض کردیم من یک بار من گفتم که لیفت گفتم بالابر، استاد پیشنهاد کردن که بالابر هم اسکالاتر است، یعنی بالابر واقعا هم اسکالاتر بالابر است. خب و واژه های هستن که اونا در ذهن مردم ننشستن، مردم لیفت میگوید اما لیفت رفت است. همون گونه که گفتن که ما این را نساختیم و باید که همون کلمه خارجی را استفاده بریم. این کلمه خارجی چقدر است؟ یک تا است، دو تا است، صد تا است، هزار تا است؟ شما معین کنید که کلمه خارجی را کدومش مثلا باید پیش راهی اونا را بگیریم، چون که زمان جهانی شوی گروه گروه کلمه ها وارد زبان شده ایستادن و هیچ حاجت به آنها نیست. مثلا نام خوراک ها را بینید، من فکر میکنم که اینا را باید کمیته زبان سخت مبارزه برد که همین نامگذاری ها را یا تاجیکی کردن در کار، یا که برای چی مثلا خود داگ یا وارد فست فود چی هست؟ چی هست اینا؟ همین عموماً همین وجای فرض کردیم گامبورگر، یا بین گامبورگر این قدر کلمه دغل، گامبورگر، چیزبورگر، همه را آورده به زبان تاجیکی وارد کرده استادن یا تاجیکی کردن در کار، یا که بسیاری هم میگن با بانه برند. برند هم چقدر است؟ همینقدر برند زیاده شد که این برند است، ما باید که حتما از این برند باید که استفاده بریم و این برند من نمیدونم اون برندی که فرض کنیم تمغه کدام تلویزیون وای و این یگم مبلغ برای استفاده وای نام اونها میدید یا نمیدید که همین خیلی گرفته به یگم خاطر گرفته کلمه خارجی رو در زبان تاجیکی استفاده میبرند، در بالای کارخانه و مؤسسه میزند، در ذهن مردم، در ذهن بچه ها مینشینند. حد اعتدال باید باشد که مثلا این در همه جا هست. خیلی که استاد زلفانیان گفتن درست میگن، یک نفر نمیتواند، دو نفر نمیتواند، باید تمامی همین ملت باید بیدار باشد و زبان را باید دوست دارد، غرور ملی، افتخار وطن دوستی، افتخار ملی داشته باشد که همون مثلا از پیش خودش گرفتن نام یک تاجیکی موند، سوی تاریخی را موندن در کار، از جمعیت تاریخی یا که از پیش رفته نباید قفا موند. لیکن چه استاد چه درست گفتن که این مثل اون است که میگوید که ما درخت
مثلا وطن زمین اینا را ما نساختیم لیکن استفاده میبریم که برای همین بسیاری کلمه ها را ممکن است ترجمه کردن و تاجیکی کردن و این از همه وابسته است از تنها از یک کمیته زبانی از همه تشکر. وابسته است سلامت تشکر واقعا برای پاکیزه نگاه داشتن زبان هر یک صاحب زبان مسئول است نه تنها یک ساختار مربوط و بسیار خوب است که در مسئله دفاع از زبان مادری از زبان دولتی حس افتخار ملی را ارزیابی کردید و این حس افتخار ملی پیش از همه زمینه میگیرد بنیاد میگیرد از محیط خانواده و همون گونه که ذکر شد و یک سیر خوبی هم کردید تحلیل خوبی هم کردید از مسئله نامگذاری فرزندان اومدین به غلط هایی که رایج هستند امروز هم در محیط اطراف سوال مطرح این است که بعضن و اکثر مورد نام های فرزندان ما تکرار بر زیاد می شود نامگذاری تکراری بسیار به نظر می رسد چرا در حقیقت نام ها یک مقدار تحولات در نامگذاری احساس می شود یک نوع نام های غریب ناآشنا با وجود آمده شده است نام های دهه سال های 70 80 60 روی مثلا پیشتر از او مثلا اونهایی که در دوره کودکی ما پیرمرد بودن پیرزن بودن خیلی نام های عجیب نام های زیبای تاجیکی داشتن اکثرا حالا یک نوع همون این هم همون یک به اصطلاح سیندروم است یک پدیده است که پدیده امتیاز جویی بعضا کوشش می شود که به کودک یک نام دهند که عموما کسی که شنود دهانش باز شود تعجب کند که این را از جوی افتم در هیچ جون نباشد ولی به این باسته اون کودک را در محیط یک نوع غریب میکند نام بسیار تاثیر دارد نام همراه دائمی انسان است نام هایی که در متن فرهنگ ملی ما حضور ندارند چی از تاریخ دوران پیش از مثلا زبان زنده امروزی ما نام های مثلا فراموش شده را کشیده برآوردن چی از زبان های خارجی نام گرفتن فقط به خاطر اون که اون کودک را یک چیزی یک نام بلعجب نام تعجب و زیان اون کودک است البته نام باید از متن فرهنگ ملی باشد حل شده باشد در زبان جنبه مثبت داشته باشد روشن داشته باشد و در زبان ما در فرهنگ ما نام آنقدر بسیار است که حتی به ملت های دیگر رسیده است اکثر ملت هایی که عموما خودشان را حتی به ما بیگانه می دانند نام های تاجیکی دارند فرزنداشو نام های تاجیکی می دهند خب آسیای مرکزی سراسر بیرون از آسیای مرکزی قفقاز و دیگر جا نام های تاجیکی اکنون ما خودمان فقیر شویم در نامگذاری بود بله. رویم از زاویه های نامعلوم و دردست نام های آریتی بگیریم این هیچ روا نیست خوب نیست نام از سیکه یعنی موضوع نامگذاری بسیار وسیع است ما اگر نام ادام ها را گیریم انترپانوم یا نام جای نام ها را گیریم اگر تاپونیمیکا یعنی بسیار موضوع وسیع است برای همین برای هر کدام این یک بحثی علاهیده لازم است لیکن در مجموع همین محور گپ ما همین که اگر خوب میشد که نام های تاجیکی ملی تاجیکی که در فهرست کمیته زبان و اصطلاحات چند فرهنگ برآوردن به دست ما رسید دیدم و همون هم کمتر پر نیست زیرا که یگان چیز تا اخیر حل نمیشه بسیار شخصی هستند در شبکه اجتماعی که میگن ما نام فلان رو نیافتیم نام فلان نام تاجیکی نیست فلان نام تاجیکی نیست گفته با اجازت الهیده رفته از کمیته زبان گرفته ایستادن همون گونه از دور دست ها میان حتی درست گفتید و اونا همش نمیدونن تلفن و رقم های چی را نمیدونن روز خسته و دوشنبه میان برای همین فکر میکنم که همون فهرست نام ها هم تکمیل میخواهد در بابت فهرست نام های ملی تاجیکی میتونیم همین رو قطع کنیم که در حقیقت این فراگیری همه نام های تاجیکی نیستیم که تو برای چه؟ برای که در باز همون زحمت و باز همت و باز همون سویه
دانش آلمان لازم است که هرچی بیشتر نام رو پیش نیاد کنم. چونکه وقتی که فهرست نامهای ملی تاجیکی سال 2016 با قرار حکومت کشور تصدیق شد، ببینید 3366 نام از 18000 نام، 3366 نام معیاری انتخاب گردید. یعنی در اونجا نام های غیر معیاری بسیار بودند و برای اون که همین محدود نگردد، بند دویوم قسم دویوم قرار مذکور با همین گویم مقصد تهیه گردید که یعنی نام های خوشایند زیبا تازه ایجادی که از الهام پدر و مادران بابایان یا که خانواده پیدا میشه یا که از آثار بزرگانمان یافت تا با در میوبند، در این صورت در موافقه با کمیسیه صلاحیت داری نامگذاری نزد کمیته زبان و اصطلاحات در موافقه این نام ها عملی میشه. یعنی اگر نام قابل قبول پذیرفته شود خلاصه مثبت میشود و اون ثبت نام خواهد گردید در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی. وقتی نام ها غیر معیاری هستند، وقتی نام ها چون امروزه نام هایی که بیشتر مراجعه میکنند عموما یگان ارتباط به فرهنگ تاجیکی ما ندارند، این نام ها البته رد میگردند. از همین خاطر روزهای نزدیک علاقه بیش از 1000 نام دیگری دلپسند و خوشایند علاقه موافقه گردیده است و این روزهای نزدیک قرار حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی فهرست نامهای ملی تاجیکی با زمینه گویم نامهای نو باز منظوری صاحب زبانان خواهد. اصلا نامگذاری معرفت است، طوری که اینجا شما پیشتر قید کردید، گفتید که حالا یک روند شده است که بعضا نام یک نفر رو میگیرید، چند نفر با شما به واسطه نگاه میکنند. یعنی زیاد گذاشتن یک نام. در همین حاشیه یک فیلمی به خاطرم اومد که در یک موضع، وقتی که موضع بسیار متاسف بود، مردمانش متاسف و وقتی که نام همون طلبه های مکتب رو میپرسد، آیشه زهرا. خلاصه تمام صنف یا آیشه نام داشتن یا زهرا نام داشتن. بعد در زمان امروزه یک رواندی نمیدونم تا کدام اندازه این نامطلوب از نگاه من است که وقتی که کسی نام گذاشتنی میشه میگه این نام کتابی است و یا نام کتابی نیست. همین نام کتابی باز انا همون متعصبی جامعه رو نشون میده. نام کتابی اون کتابیه که مثلا از جانب کمیته زبان و اصطلاحات تهیه شده است، این رو در نظر ندارند. یعنی همون کتاب، یعنی همون نامهایی که از نگاه آنها، آنها از نگاه دینی درستند. اسما او اسینات و انا بخیر بله. حتی بعضی اگر با ترکیب لغوی آنها با مضمون لغوی آنها اگر دقت کنید، بعضی شون حتی مثلا همین نام آسیه اصلا نامی قابل قبول نیست، یعنی که همون نامی که به واسطه به معنی اش پدر و مادر سر فهم نمیروند، از بس که همون معرفت نامگذاری، معرفت دانش درست، دانش کاملی که ندارند، از همون ماهیت زبان تاجیکی برخوردار نیستند، زیرا امکانات مثل دیگر جنبه ها حتی دامنه امکانات نامگذاری زبان تاجیکی به پایان است. اصلا وقتی که نام گذاشته میشه اون باید چندان دراز نباشد، از دو یا سه هجای برد باشد تا اینکه برای حتی نام تلفظ گرفتن تلفظ. ما میدونیم که در مکتب ها وقتی که فرزند به مکتب میره بله اختصار میکنن، از این رو پدر و مادر در این حالت مسئولان. زبان تاجیکی انا همین گونه یک دارد، یک نام های بپایانی دارد که از دو یا سه هجای برده هم برای پسران هم برای دختران و ماهیت خیلی خوب هم دارند. البته همون روانده هم که اکثریت از شاهنامه فردوسی نام های جمشید و فریدون و دیگران رو میگذارند، اینها هم خیلی قابل قبول هستند، زیرا این هم یک راهی ترغیب زبانی تاجیکی است. امروز وقتی که حالا بالاتر وقتی که اینجا در خصوصی
ترجمه کردن یا نکردن اصطلاحات گفتیم این ببینید که در نامگذاری روند خیلی نامطلوب رفته ایستاده است که وقتی که شما میگید کسی را عبدالله گفته جیغ میزنیم یک چند نفر یک باره برای همین من فکر میکنم که ضرورت با اون چیزی که امروز در جامعه رایج شده ایستاده است نیست در این مسئله هم فرهنگ جامعه را البته بلند برداشتن لازم است و طوری که معلم قید کردند و خود شما هم اعتراف کردید که کتابی تهیه کرده ای کمیته زبان در مسئله نامگذاری هولو هم تحریر می خواهد زیرا اونجا هم همین نام های زیادی هستند این از نگاه من است البته قبول کردن و تهیه کردن از جانب شما که همین انجامه های ماه و بی بی و خیلی زیاد دارند نام های عادی ترین من نمیدونم تا کدام اندازه این درست باشد و قابل قبول باشد خوب میشد که نمون نام های تاجیکی که از همون زمان قدیم آمده است نمون ها رو وارد میکردن بهتر میشد برای این پیشنهاد های هر یک صاحب زبان قابل قبول که هست میتواند طریق مراجعه طریق رسما به کمیته پیشنهاد کند باید نظرپرسی اعلان کرده میشد از جانب کمیته زبان سلسله داستان های شاهنامه فیلم شد بر اومد حالا نگاه کنید اکثر کسانی که نام های شاهنامه رو دارن از زمانی به زمانی پخش همین فیلم ها رست میبرد واقعا درست است یعنی کمتر کسی از کتاب گرفته است ولی متاسفانه همونجا هم خطا است مثلا تا امروز چونی نامی یکی از مهمترین قهرمانان شاهنامه ما همسر رستم، مادر سهراب همه جا میشنوی تخمینه میگویند من نمیدونم در سنتهایشون هم تخمینه نوشته شده است تخمینه میگویند حتی هنرمندهای مشهور ما را به این نام میگیرند این تاومان غیر قابل قبول است ایشه همون تخمینه تهمتن یک ریشه است بله و یک موضوع دیگر غلط کردن همین نام است لیکن من موضوع این موضوع دیگر است ولی این که ما اگر فیلم های عموما برنامه های خوب فرهنگی پرمحتوا داشته باشیم در این موضوع هم به مردم بسیار تاثیر میگذاریم همین طور اگر این مثل شاهنامه مثل اثرهای برجسته دیگر ما مثل برنامه هایی که بگذار خاص به همین هدف درست شده باشند از نام‌های درخشان در صحنه‌های تلویزیون، فیلم، تئاتر قهرمان سازی شود اون نام‌ها پخش می‌شوند در ذهن مردم شما اون نام‌ها رو مردم استقبال می‌کنند می‌گیرند نام‌های زیباترین تاجیکی است مثلا از نام‌های شاهنامه گیرند گذارند این بهتر از برای غرور ملی در کار افتخار ملی در کار یعنی همون نام‌های فرزندان رو هم اگر با نیت نیک و یک کلمه خوب تاجیکی رو انتخاب کنند مونن اون همون نقش رو ایفا میکنند از اون که یک کلمه ای رو مونن که اصلا خودشون معنیش رو نمیدونن چی لازم برای تو همین چیزی خطرناک که مثلا نامد یک نام خوبی مناسبی ارزشمندی تاجیکی که خدا پسندانه هم باشد مردم پسند هم باشد بجای این خوب است انتخاب کنید خودش نمیدوند معنی نامش تشکر. مرحمت شما چی نظر دارید؟ در بحث ما بسیار مسئله بحثناک بحری در اطراف نامگذاری و در اطراف اصطلاحات تاجیکی و بدین وسیله یافتن چی خیلی که استاد گفتن یافتن راه و واسطه های انکشاف زبان تاجیکی و برطرف کردن بعضی مشکلات در زبان تاجیکی. مسئله اصطلاح شناسی اصطلاح گزینی و انتخاب اصطلاح امروز در جامعه تاجیکستان بسیار یک موضوع نهایت بحث طلب و مشکل به حساب می رود مسئله بسیار کندلنگ محسوب می شود آیا وظیفه کمیته اصطلاحات نظارت کردن نیست از این مسئله حتی زبان های بین المللی در کنار نیستند یعنی که آنها نیست در امن نیستند این یک حادثه هست که به همه زبان ها دخل دارد و همه زبان ها به این حادثه معمولی زبانی برخوردار می شوند یعنی که به واریچوی اصطلاحات بیگانه
یگان راه واسطه های دیگر رو باید پیدا کنیم که همین اصطلاحات بیگانه به زبان ما وارد نشود. ما میدانیم ما به این قدرت داریم. یعنی زبان تاجیکی امروزه به این قدرت دارد. حتی در ساحه طب اگر گیریم ابو ریحان بیروری با نام کتاب التفهیم هدایت المتعلمین کتاب های بودن. خوب ذخیره خوارزمشاهی کتاب های طبی ابو علی ابن سینا که با زبان های عربی و تاجیکی القانون فی طب قانون در طبی تاجیکان و همچنین رساله در نفس یا اینکه کتاب با نام رکشناسی و کتاب زکریای رازی با نام دستور طب و کتاب های دیگری طبی که از طرف محمد احوازی با نام پندنامه احوازی ایجاد شده بودند او من از طرف کلاسیکان ما که ایجاد شده بودند همه این زمینه های بودند که ما امروز می توانیم اصطلاحات تاجیکی را حتی در زمان جهانی شوی تمدن ها امین نگاه داریم. ما به این زمینه ما به این مخزن بسیار زیاد داریم. مخزن زیاد از این زمینه حساب می شود آثار کلاسیکان ما که از عصرهای هشت تا امروز چاپ شده بودند. اینقدر که جناب عالی غمخوارانه در وصف زبان، در وصف تازگی زبان، در وصف اصالت زبان در همه ملاقات ها، در همه واخوری ها آمده به سر همین زبان در باره این موضوع زبان، در باره تازگی زبان اینقدر سخن ها میگویند، البته این به سبب نیست. ما هم در مورد ترجمه کردن اصطلاحات راضی هستیم و هم در موردی که اصطلاحات باید ترجمه نشود. اصطلاحات باید ترجمه نشود اگر و اصطلاحاتی که در حقیقت در مقیاس بین الخلقی و آبروی زیاد دارد و در مقیاس زبان های بین الخلقی با همین یک نام در همه زبان های بین الخلقی استفاده می شود. لیکن چرا ما قدرت داشته باشیم اگر بعض اصطلاحات ترجمه نکنیم؟ ما داریم، قدرت داریم. زبان کلاسیکی ما تری دجید در باره شاهنامه فردوسی گفتن و در باره دیگر آثار کلاسیکی که ما گفتیم حتی ما توانستیم در زمان کلاسیکی که بزرگان ما طب را، علمی طب را با نظم ایجاد کردن دانشنامه حکیم میسری در آخر عصرهای هشت و اول عصر نه. امروز ما چرا نمی توانیم که در کتاب های درسی و در کتاب های علمی همون همین زیربنای اصطلاحات قدیمه را مهیا سازیم، احیا نماییم؟ ما برای این قدرت و توانایی داریم، فقط کمی کوشش کردن در کار. کمی کوشش کردن در کار در اینجا گفتن که تنها یک کمیته زبان و اصطلاحات تنها کار را سرانجام دادن نمی تواند. بله. برای این لازم است که تمام اهل علم را لازم است که با متخصصان همان ساحه در یک جایگی کار و فعالیت نمایند. فرض کنیم ما می سازیم اصطلاحات ساحه فیزیکا. در این خصوص اصطلاحات ساحه فیزیکا را متخصصان ساحه زبان از نگاه زبانی تحلیل و بررسی میکنند، نامگذاری میکنند. لیکن در اینجا خود متخصص ساحه فیزیک لازم است که با زبانشناس در علاقه باشد، یا شیمیگی یا فیزیک یا ستاره شناس یا جامعه شناس، با زبانشناس در علاقه باشد و شکل درستی صحیح همان کلمه را باید با مردم پیشنهاد کنیم در شکل درستی. که طور گفتن همین زبان کلاسیکان ما اینقدر از دردانه ها بای بوده است که یعنی از اصطلاحات درخور امروزی ما اینقدر بوی بوده است که حتی بعضی آنها را ما اهل زیا نمیدانیم. ما عالمان دانشمندان همون ساحه نمیدانیم. چرا که ما آنها را ورق نزدیم، از این کلمه و عبارات اصطلاحات بسیار گوارا بسیار شنمی خبردار نیستیم. یعنی مسئولیت اول از خودمون آغاز می شود. طوری شما گفتید مسئولیت از همینجا آغاز می شود، از مؤسسه های تا مکتبی و مؤسسه های تعلیمی و دانشگاه های عالی سر می شود. وقتی که ما با متخصص ساحه اصطلاحات صحبت می کنیم می گوییم که همین خیلی مسئله ها فرض کردیم، همین خیلی مسئله های بحث طلب وجود دارد، افسوس که یگان جای چی گویم جای تشویشش نیست. لیکن ما حتی کمیته زبان و اصطلاحات از این مسئله ها بعضن دوری می جویند. استاد اینجا درست قید کردن نخود نمایندگانی کمیته اصطلاحات این قدر شعار و آویزه های نادرست که بسیار پرغلط نخود ندانند. این همش وظیفه کمیته زبان و اصطلاحات است و همچنین وظیفه ما و شما هست که اون دردانه ها را انا اون کلمه انا اون اصطلاحاتی که هست
ما باید دریاب کنیم با مردم در شکل درست پیشنهاد کنیم. اول از امکانات های داخلی زبانی این چیز را جستن در کار. یعنی که از لغتنامه و فرهنگ های قدیمه ما، کلاسیکان ما این چیز را دریافت کردن در کار. وقتی که این چیز دریافت نشود، یک راه دیگری با وجود آوردن کلمه، این کلمه سازی، اصطلاح سازی است. زبان بین الخلقی این ستاتوسی نسبی است. نسبی است. زبان ما هم زبان بین الخلقی است. بله. یکی از سه زبان کلاسیکی دنیا است. یعنی برگزیده ترین زبان است. در سه منطقه، چهار منطقه بزرگ. برای ما هیچ زبانی در دنیا نیست که یعنی اتلون شود با اون حتما ما باید پیروی کنیم یا که هر چی که از اون برآمد برای ما قانون شود. این خیلی زبان برای ما وجود نداره. باشد. از زمان صحیفه های درست بنویسیم. چندین کلمه وارد شد در زبان. بله. خوشبختانه قبول کردن. مثلا ویدیو رپورتاج میگفتن. بعد اون حاضر نمو گزارش میگویند مینویسند. اون صحبتی که ما کردیم این هم خلاصش این نیست که اصلا محیط قبول نمیکند اصطلاحات نو رو. باور کنید بعضا چنون زود استقبال میشود، چنون محتاطانه. من حتی در تجربه عملی این رو سنجیدم. برای مثلا بعضی ها میگویند که باید کمیته زبان این رو تصدیق کند یا کمیته اصطلاحات تصدیق کند بعد جاری شود. برای این باید آزمایش پیشکی اول گذرد. من واقعا درست کرد کرده دارو فروشی می درایم همین آزمایش بعد از تصدیق کمیته باید. من مثلا از تجربه خودم میگویم دارو فروشی می درایم اپتیکا، دارو خانه، دارو فروشی، این هم اپتیکا هم یکی از واژه های بین المللی شاید. من با دختر فروشنده میگویم که خواهر چکونه دارید؟ نگاه میکنند میگه که پیپیتکا؟ میگویم بله، این همون پیپیتکا گرفتن میارد. بار اول میشنود، من باور دارم که اولین بار میشنود چکونه. لیکن چنان در بیان همون معنی که منظور است اونقدر دقیق است که دیگر جای این کار ندارد. جای چی ندارد. فشار سنج داری؟ داریم. فشار سنج داری؟ بعد وای کمتر فکر میکند. بعد میگوید که اگون دولمیر است یا اگون چیزی دیگر است با من نمیگوید. میگوید که دولینی سنجک؟ من میگویم بله دولینی سنجک. فشار سنج. خب میگوید که این نوعش است، این نوعش است. یعنی اگر اصطلاح بر مبنای ریشه های کلمه های توجیکی اصیل، من چندین چیز دیگر هم خیلی تجربه کردم، بداعتن تجربه کردم در پیش یک چیز همون مطرح کردم، همون سوال رو فهمیدم. در عین واقعه مردم خودش میگوید همون چیزی که در زبان مردم هست الان که همون را جاری کنیم مثلا همون کلمه چکر خیلی از اینها جاری شدن. بله. می نویسن. اوشیونبر رو هم استفاده میکنن. اوشیونبر رو برای لیفت هم؟ من یک چیزی دیگر از زینگردون رو هم استفاده میکنن. روزی در نوشته های مدبوعاتی. مردم هم به چیزی خوب عادت میکنن. هم به چیزی با. همین استاد اینی یک سبقی بسیار خوب داشتن. وقتی که اثرهای بدیهشون رو مطالعه میکنیم. مشاهده میکنیم که همین کلمه رو می آورند و در قفص اون رو شرح می دهند. اگر بعضی اصطلاحات نوساخت رو ما با گونه قبلی هر یک به مردم رو نمایی کنیم و آیسته آیسته بعد مردم خود اون رو مردم خودشان سراغ کنند بسیار وقت ما خلل می رسونیم، ما نمی خواهیم. بله. اصلا این کاری آسان است. استعمال کننده بودن خیلی آسان‌تر از تولید کننده بودن است، از ایجاد کننده. این چیزای ما اگر گویم که شرط نیست، اینا رو لازم نیست، چی نیست، یعنی بگذارید ما هر کاری میشود همون استفاده. این آسان است، آسان‌ترین راه است، ولی امکان پذیر است اینها رو همش رو و مردم خوب استقبال میکنند. در یک دو روز جاری میشود بسیار زود. کی تصور میکرد؟ کی در زمان ما دانشجو بودیم؟ کی دانشگاه میگو؟ درست.
اونیورسیتیتی دولتی تاجیکستان میگفتن اودته خود کتاواش امروز کی اونیورسیتیت میگوید؟ همه دانشگاه میگوید فرودگاه چقدر آسان قبول مقبول شد جاری شد ده ها چیزی دیگر ده ها اصطلاحات دیگر اساس هر یک علم را اساس هر یک ساحه را اصطلاحاتش تشکیل میدهد اگر اصطلاحات همون علم از نگاه زبانی پاک و پاکیزه نباشد زبان ما از عنصرهای بیگانه پر میشود برای اون که همه گونه عنصرهای بیگانه به زبان ما وارد نشود ما برای پایدار کردن برای بنیاد نمودن زبان ملی خودمون باید از اصطلاحات علمی افاده نماییم استفاده بریم و در موردی که اصطلاحات علمی در همه ساحه ها کاربست می شود لغتنامه و فرهنگنامه های ساحوی در همه گونه ساحه ها مهیا می شود و زمینه های به وجود آوردن زبان علم به میان می آید که ما باید امروز زبان تاجیکی را به زبان علم تبدیل دهیم و طور استاد گفتن مقام و مرتبه شد البته در قدیم مقام و مرتبه بلند داشت لیکن ما می خواهیم که در زمان امروز هم مقام و مرتبه زبان بلندتر باشد زبان تاجیکی که در همان دوره اینقدر حمایتگری بزرگ مانند پرزیدنت ما نداشت لیکن در همان زمان استادگری نشان دادن چرا ما امروز در زمانی که دولت و حکومت وظیفه دار کرده است کمیته های صلاحیت دار هستند چرا امروز ما استادگری نمیکنیم و به قول استاد اگر ما 15 20 کلمه استفاده کنیم اگر 20 کلمه استفاده کنیم ممکن که 15 تای آن خارجی باشد چرا چونکی ما مسئولیت حس نمیکنیم چرا چونکی کمیته زبان و اصطلاحات بخشش البته کار میکند لیکن کار خودش را تا اندازه اجرا نمیکند با تمام دانشگاه دانشکده مکتوب ارسال میکنیم تا اینکه لغتنامه های ساحوی را تهیه کرده برای موافقه با کمیته پیشنهاد من همین چیزا در زبان این زمینه ها کنند گویم که فرهنگنامه ها وجود دارند فرهنگنامه های زیاد وجود دارند فرهنگنامه های ساحوی وجود دارند لیکن وقتی که فرهنگنامه ها را ما ورق میزنیم در فرهنگنامه ها از نگاه اصطلاح سازی قانون و قاعده دستوری گراماتیکی که اصطلاحات معین کرده است یعنی که معیارهای اصطلاح سازی و اصطلاح گزینی و انتخاب اصطلاح در بسیاری از همین فرهنگ ها رعایت کرده نمی شود که این خواننده را به گمراه می کند با گمراهی آورده می رساند مثال مشخص دارد فرهنگنامه مثال مشخص مثال مشخص من مثلا در فرهنگنامه اقتصادیات آورده است کلمه رو به زبان روسی آورده است از روسی به تاجیکی کردیت آورده است نویسنده است قرض قرض هم کلمه عربی است بود دلش طاقت نکرد و البته گفته است که خواننده در یک چند سینونیم استفاده کند باز آورده است با آریت گرفتن چیزی که همین آریتش هم عربی است و باز آورده است در روزهای در سالهای آخر که به ما پیدا شد کلمه وام یعنی که یک اصطلاح با سه معادل آن شرح و اعزاد داده است که این علارغم این مقابل معیارهای اصطلاح سازی به شمار می رود این مثال ها را ما در بسیار جاها استفاده در بسیار کتاب ها آوردن ممکن انا همین گونه گوناگون رنگی ها یعنی که یگانگی استفاده طرز اصطلاحات در فرهنگنامه های ساحه های ما ساحوی ما رعایت کرده نمی شود و این خواننده را به غلط کردن وادار می سازد تشکر زیاد در مجموع خیلی خلاصه کردن ممکن است که مسئله پاکیزگی زبان مسئله با زمان معاصر با علم مطابق گردودن آن وظیفه یک نهاد معین است وظیفه کل جامعه است هر یک عضو جامعه است هر یک صاحب زبان است وظیفه مخصوصا زیایان کشور است که در این راستا هرچی هدف رستر اندیشه های خود را هم بررسی کنند مطرح کنند هم پیش نیاد کنند و هم توانیم که با واسطه های مشخص این اندیشه ها برای مردم دسترس باشند فراگیر باشند و این صحبت ما که یک زیل خصوصیت بحث گرفت و خوب هم شد در مسئله پاکیزگی زبان و مقام زبان غالبا به این صحبت اکتفا نمی شود این دامنه دار است البته و
باور این است که در صحبت‌های آینده نیز این مسئله‌ها را مطرح کنیم، بررسی کنیم و با مردم باز هم نزدیک‌تر و فهموتر سخن کنیم و اندیشه رو نماییم. برای صحبت، برای اندیشه ها، برای اشتراک در برنامه در موضوع روز تلویزیون تاجیکستان جهان سپاس. خوش آمدید. یادآور می‌شویم که صحبتی داشتیم با یک عده علمان، دانشمندان، زیایان و نمایندگان از نهادهای دخلدار در راستای تازگی زبان. مشرفه جورایوا، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان، رستم وهابزاده، سرمحرر نشریه ملی ادبی صدای شرق، عبدالقادر تورحسنوف، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان، سعدی مهدی، رهبری اکادمی واسطه اخبار عامه تاجیکستان، زولفانیان رحیم، کارمند کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، و ماهر میرزایوا، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان. بینندگان گرامی، با امید آن که زبان تاجیکی که از ژرفنای تاریخ ریشه های آن آب میخورد همیشه در موقع استوار قرار داشته باشد و جامعه تاجیکستان از کودک گهواره تا پیر سال خورده به این زبان احترام گذارد، عرض گذارد، با این زبان گپ زند، حرف زند، نویسد، اندیشه کند. ما امید آن که آنهایی که در زندگی تجربه دارند نورسان را در روحیه دوست داشتن زبان، احترام به مادر، احترام به وطن تربیت نمایند. برنامه امروزه در موضوع روز را به پایان میرسانیم. تا حرف زند با تاجیکی طفل شما، دنیای ورا تاجیکی بنیاد کند.